سلام، با یکی دیگه از ویدیوهای کانال سکانس ممنوعه با شما هستیم. قبل از هر چیز لایک و کامنت و سابسکرایب و علامت زنگوله کنارش فراموش نشه. این بار با یه فیلم عاشقانه و کمی کمدی به اسم تو فرندز یا دو دوست ساخته یه سال 2015 با شما هستیم. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع یادآور میشم که خطر اسپویل وجود داره. داستان با بازی گلشیفته فراهانی که با نام مونا توی فیلم ایفای نقش میکنه شروع میشه. نشون میده مونا زندانیه و هر روز زندانو به مقصد کار توی یک کافه توی ایستگاه مترو ترک میکنه. به اونجا که میرسه کلومنتر رو نشون میده که عاشق موناست و میره پیش مونا، اما مونا اونو از خودش دور میکنه و میگه دیگه اونجا نبینش. و در ادامه فیلم نشون میده که کلمنت با دوستش ابل صحبت میکنه و میگه که رفته پیش مونا و مونا اونو از خودش دور کرده. فیلم نشون میده مونا و کلمنته دو سه روزی با هم دیگه بودن و توی همین مدت کم کلمنته که یه پسر ساده و عاشق پیش است از مونا خوشش اومده، ولی مونا به خاطر شرایطی که داره حاضر نیست باهاش تو رابطه باشه و از اون ور ابل کلمنته رو راهنمایی میکنه که چی کار بکنه. کلمنته مونا رو به کافه میبره و براش یه پرنده میخره، اما مونا قبول نمیکنه و به زندان برمیگرده. کلمنتا و ابل با هم نقشه می کشن که چجوری دل مونا رو به دست بیارن و حتی ابل که نویسنده بوده برای کلمنت شعر می گفته تا کلمنت به مونا بده و دوتا دوست با هم همه یه تلاششون رو می کردن تا دل مونا رو به دست بیارن. در نهایت ابل به کلمنت پیشنهاد میده باید مونا رو راضی کنی که یه شب کنارت باشه و با همدیگه رابطه داشته باشین. اون وقته که متوجه میشه تو چقدر خوبی و کنارت میمونه و دوتا دوست تصمیم میگیرن به ایستگاه قطار برن و منتظر مونا باشن. مونا که میاد کلمنته خیلی با ملایمت از مونا میخواد که با همدیگه باشن، اما مونا که اگه با اون قطار نمیرفته تأخیر میخورده میگه نمیتونم و خانوادم منتظرم من، ولی بهت قول میدم که یه روزی با همدیگه قهوه بخوریم. کلمنته که راضی میشه ابل میاد و به زور مونا رو از قطار پیاده میکنه و مونا از قطار اون ساعت جا میمونه و خیلی ناراحت میشه و شروع به داد و بیداد میکنه، جوری که ابل و کلمنته شوکه میشن و میگن خب با تاکسی میبریمت. مونا میگه نه، با قطار بعدی میرم و با هم به مغازه میرن و نوشیدنی میخورن. اونجا کلمنته برای لحظه مونا و ابل رو تنها میذاره. ابل به مونا میگه خب یه شب باهاش باش. مونا میگه به هم پول میدی؟ ابل میگه 20 دلار کافیه و جوری میشه که مونا به کلکل ابل اون شب به زندان بر نمیگرده و به کلمنته میگه با هم بریم و خوش بگذرونیم. کلمنته که بازیگر بوده اون شب فیلم برداری داشته و برای این کار به سیاهی لشگر نیاز داشته و با مونا و ابل به سر صحنه میرن و از اون طرف صدای رئیس زندان شنیده میشه که نیومدن مونا رو گزارش میده. خلاصه مشغول فیلم برداری بودن که کلمنته مونا رو به گوشه میکشه و میگه که عاشقش و دوستش داره، ولی مونا دست رد به سینش میزنه و کلمنته به خاطر این جواب رد همونجا سر صحنه فیلم برداری رگ دستشو میزنه که ابل متوجه میشه و کلمنته رو به بیمارستان میرسونن. اون شب کلمنته تو بیمارستان بوده و ابل کلید خونه‌شو میگیره و با مونا به یه بار میرن و اونجا مشروب میخورن و مونا که مست میکنه به کلیسای میرن. توی کلیسا مونا به ابل میگه که یا امشب با هم دیگه باشیم یا همین الان بلند شو و برو، و بعد نشون میده که دوتایی به خونه کلمنته میرن و با هم دیگه رابطه دارن. به فردا صبح ابل با عذاب وجدان شدید بیدار میشه و مونا رو از خونه بیرون میکنه و بعدم به بیمارستان میره و سعی میکنه که کلمنته رو فراری بده، اما دکترا متوجه میشن و در نهایت کلمنته از بیمارستان مرخص میشه. ابل میگه که تو باید این دختره رو فراموش کنی، ولی کلمنته هیچ جوره زیر بار نمیرفته و با هم به محل کار مونا میرن تا کلمنته مونا رو ببینه و اونجا از صاحب کار مونا متوجه میشن که مونا زندانی بود و الان فراریه. کلمنته از این خبر خیلی خوشحال میشه و به ابل میگه دلیل این که منو رد میکرده رو فهمیدم. حالا باید بگردیم و مونا رو پیدا کنیم و شروع میکنه سوال و جواب از ابل که آخرین بار مونا رو کجا دیدی، و ابل میگه مست بودم و از جواب دادن تفره میره.
از اونور مونا رو نشون میده که توی شهر سرگردونه و از پلیس فراری و در نهایت اول و کلمنته که به خونه کلمنته میان. مونا هم به اونجا برمیگرد و ستایی با هم دوستیشون رو شروع میکنن. اون شب با هم به بار میرن و مونا و کلمنته حسابی مست میکنن و با هم میرقصن و بعد ستایی به یه هتل میرن و اونجا مونا یه اتاق تکی و کلمنته و ابل یه اتاق دو تخته میگیرن. توی صحنه بعدی نشون میده که کلمنته از ابل میخواد که تنهاشون بذاره، اما ابل یا به خاطر حسی که به مونا داشته، یعنی از لحاظ احساسی، یا نگرانی برای کلمنته که مونا یه فراریه و نمیتونسته کلمنته و مونا رو تنها بذاره، به حرف کلمنته گوش نمیده و خلاصه دوتای شب به اتاق مونا میرن تا بوسه شب بخیر رو بگیرن و مونا کلمنته رو یه بوسه معمولی میکنه در حالی که ابل رو طولانی میبوسه. این باعث حسادت کلمنته میشه و به ابل میگه باید ترکش کنه. خلاصه موقع خواب میشه و کلمنته به ابل میگه تصمیم داره با مونا فرار کنه و برن و با هم زندگی کنه. یه مدت زمانی میگذره و ابل که بیخوابی به سرش زده بوده آروم بلند میشه و از اتاق میاد بیرون. کلمنته هم که بیدار بوده فکر میکنه ابل به اتاق مونا رفته. مونا هم با سرپرست زندان تماس میگیره و میگه که چه هتلی و شماره یه هتل و اتاقو میده و منتظر میشینه تا پلیسا بیان و ببرنش. ابل به قسمت بار هتل میره و کلمنته پشت در اتاق مونا در میزد و التماس میکرده که درو باز کنن و همه چی رو تموم کنن، وگرنه میره تو خیابون و خودشو میندازه جلوی ماشین و خودشو میکشه. از هتل میاد بیرون که ابل میبینش و دنبالش میره که با هم دیگه درگیر میشن و همون موقع پلیسا به هتل میان و مونا رو دستگیر میکنن و ابل و کلمنته از این اتفاق ناراحت میشن. تو آخرین صحنه نشون میده ابل گریه میکنه و کلمنته بهش میگه یه سوال بپرسم راستشو میگی؟ میگه چیه؟ میگه تو با مونا رابطه داشتی؟ و ابل انکار میکنه. هرچی کلمنته پافشاری میکنه ابل زیر بار نمیره و قبول نمیکنه و فیلم به پایان میرسه. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که از این فیلم هم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب و علامت زنگوله کنارش فراموش نشه. تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.